خط مخالفین، سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشین آقای اللهیاری عزیز، خدا عزت قوت بده. شما. ممنون، متشکر، بفرمایید بزرگ. آقای اللهیاری، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که علمای دین من از پیامبران بنی اسرائیل بالاترن، درسته؟ این روایت نقل شده، بله درسته. امام خمینی رحمت الله علیه، درسته، چه کاری با سلمان رشدی کرد؟ هیچ کسی دور سلمان رشدی هیچ کاری نترسونه. امام خمینی چه کار کرد دور سلمان رشدی؟ کاری کرد که چی؟ تو گاف صندوق میخوابید. دیگه کسی تا 10 سال 15 سال از اون کسی دور نگید. حالا من یک چیز دیگر بگم، کاری که حالا من به شما یک کلمه بگم، اجازه بدید من یک کلام به شما بگم. کاری که چشم، کاری که انقلاب شما کرد، بله، صدها هزار نفر در تهران، در مشهد، در اصفهان، در دیگه شهرهای ایران سلمان رشدی تربیت شدن. جانم اون فوشای را، اون فوشای را که سلمان رشدی به ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام هیچ وقت نداده، اونها شب و روز بله میدهند. لذا بزرگوار من، این که یک کسی بیاد فتوا بدهد که من فلانی واجب القتله و بعدش هم امین آقای خامنه ای با او مخالفت کرد، من یادم هست همون فردایش که همون روزی که آقای خمینی این فتوا داد. آقای اللهی صبر کن، صبر کن آقای اون کسایی که یادشان است به خوبی آقای خامنه ای سخنرانی کرد و گفت که این فتوا چطور شده و چی کار شده و ما دقیق نیست و اینها، و بعدش هم پس فرداش دوباره آقای خمینی بر حرف خود اصرار ورزید. لذا اول کسی که مخالفت کرد با او همین آقای خامنه ای بود و بعد خود دولت ایران هم گفت که ما با این فتوا کاری نداریم، ما ایرا اجرا نمی کنیم. لذا این این فقط برای بازی دادن مسلمان ها بود. جان من بفرمایید. درسته، حالا من میرم موضوع بعدی. یه آقای میخواد فقط حالا اینو یک فقط در مورد موضوع یه بار یه صحبت کنم، بعدا میرم موضوع بعدی. سعی دوخ، یه آقای میخواد فیلم بسازه دیگه نشون. اما درباره روایتی که نقل کردی، علما امتی که بله، حالا گوش کن، حالا گوش کن، علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، ببینید این علما منظور آخوندهای حوزه علمیه نیست. این علما اصلا در بحار الانوار یک بابیه که ان الائمه علیهم السلام هم العلماء، علما منظور ائمه اطهار علیهم الصلاه والسلام. آها متوجه. گوش کن دیگر، گوش کن، حالا گوش کن. چشم. بله چشم برادر. بله این منظور اونها هست، ولذا این شما را گمراه میکنن اینا که بله حالا فرض بکنید که آخوندهای حوزه علمیه بعد مثل حضرت عیسی علیه السلام یکی از انبیا بنی اسرائیل، گوش کن دیگه وقتی که وسط حرف میپری، حالا فرض کنید که نوری همدانی علی عزب الله مانند حضرت عیسی علیه السلام، خب بگو بیا مرده را زنده کن، نوری همدانی را بگو، مکارم شیرازی را بگو، بگو بیا یک کور را زنده بگو، شفا بده. علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، انبیا بنی اسرائیل یکیش کی؟ حضرت عیسی علیه السلام، یکیش حضرت موسی علیه السلام. عصا را میگرفت، بله انداخت تمام سحره را سر شاه خورد، خب بگو عصای کی؟ عصای این نوری همدانی را بیار بنداز ببین چی اتفاق میفته. این علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، این منظور ائمه اطهار علیهم الصلاه والسلام که افضل هستند از انبیاء بنی اسرائیل. این آخوندهای معمولی نیست که شما میگی آخوندها، بله فلان آخوند در حوزه رفته شرح امثله درس میده، او بله مانند حضرت سلیمان علیه السلام. لا اله الا الله، خدا شما را هدایت کنه. سلام علیکم، بفرمایید.